کیه؟ برات همه رو بیدار کردی؟ مگه کلیدتو نبرده بودی؟ احسان چی شده؟ لاله که بیدار نشده. لاله خوابه؟ آره بابا خوابه. کدتو چیکار کردی؟ نگفتی چه بلای سرت اومده؟ الان اگه لاره بیدار بود دو بابا بازم با شیشه آب کردی؟ میگی چی شده یا نه؟ آه رفته بودم فشم، موکلم گفت تنها نرو طرف ها شرم، گوش نکردم، گفتم از پسشون برمیم. دوباره تنها رفتی وسط معرکه مثل همیشه. مثل همیشه اونا هم حسابی حالتو جا آوردن آقای بوکسور. آخه فکر میکردم 10 نفرن ولی اشتباه کردم 11 تا بودم. لابد موکلت هم وایساد کنار رو هر هر بهت خندید. اون اصلا نیومد، میدونست دارم میرم تو چهچلی. احسان پشت شونت هم که زخمیه، پاشو بریم، پاشو بریم درمونگاه. نمیخواد، عمیق نیست، کارت سر خورد، عمرم دنیا بود. همکارات پول پارو میکنن، ما درد سر. بله؟ الو، جناب دانشور؟ بله، بفرمایید. دیگه داشتم ناامید میشدم، شما همیشه اینقدر دیر بله میگی؟ نه همیشه. حالا بفرمایید فرمایشتون. راستی شما؟ ناراحت نشید آقای دانشور، غریبه نیستم. سلام، پاکروان هستم، یاسمن پاکروان. فکر کنم خاله جان با آقای رازی صحبت کرد. بله بله، دیروز با آقای رازی با من تماس گرفتن و بر مشکل شما رو همچین سربسته برام گفتن. بله باشه، برای من فرقی نمی کنه، هر جا شما بخواید میتونی بیاد دفتر من یا حتی دفتر آقای رازی. من ترجیح میدم در حضور خاله جان باشه، اشکالی که نداره، فقط بگین صبح یا بعد از ظهر. پیش یا بعد از ظهر هر دوش برام خوبه، با خاله جان هم مخالفتی ندارم. باشه، خود ظهر چطوره؟ البته به صرف نهار. مطمئن باشین زیاد تو درد سرتون نمیندازم. راستش من همیشه دنبال درد سرم. پس وقت دارید؟ وقت که هست ولی مزاحم نمیشه. آقای دانشور من اهل تعارف نیستم، ظهر میبینم اتون. ساعتی که بعد از ظهر خوبه؟ آدرس هم میتونین از آقای رازی بگیرید، معمولا نشونی های ایشون دقیقه. بسیار خوب، میبینم اتون، خداحافظ. کجایی دخترم؟ اینجا هم بابا. یه لپ رد کن بیاد. بخشت. مشتری تازه یا دردسر تازه؟ به نظرم پر مدعا اومد. به نظرت؟ از حرفای تو. باز تو اینجوری راجع مردم قضاوت کردی؟ خب چیزی در موردش نگفته بودی. خودم هم درست نمیشناسمش. یاسمن پاکروان اسمش که از اون اسمه پولداریه. خوشگلم هست. این مورد امروز بعد از رویت معلوم میشه، ولی پولدار هست. اینجور که رازی میگو از این تیر تایفه هان که از صد جا بهشون ارس میرسه. دعواش چیه؟ نمیدونم، رازی خیلی سربسته گفت، ماجره های بعد طلاق و این حرف. ای
میام دنبالت. شما که نهار دعوتی، منم که این شوی ژیلا نمیدونم به در وقت گذرانی میخوره یا نه. پولم که بنوزه کافی ندارم. یه دونه ترابر چک دارم ولی شرمنده، رقم صفرش کمه. نه اشکالی نداره، از هیچی بهتره، خودم برات خرجش میکنم. میدونم. خب لاله جون ماما بریم. راستی این خانم پاک روانم نذاشت من خوابم برات تعریف کنم، یادم باشه برات بگم. تو میری دفتر؟ نه یه سر باید برم دادگستری، تا زور چیزی نمونده دیگه. بعد از این قرار خانم پاک روان برسم یه سری دفتر میزنم. دانشور هستم، احسان دانشور. ممنونم. بله آقای وکیل. بفرمایید، خودم هستم. شما؟ من فرض کن یه بازیچه از رده خارج. ببخشید متوجه نشدم. با یاسمن کار داری؟ شما ماموری؟ نه نیستم ولی خیرتو میخوام. آها پس معذوری، خدا روزی تو جای دیگه حواله کن. شوخی نمیکنم مرد حسابی، زنگ زدم بهت بگم مواظب خودت باش. با تو که از در این خونه بذاری تو، سر و کارت با درد سره، میافتی تو عجل. آخه دیگه کار از کار گذشته آبای خیرخواه، من الان تو حیات خونم، یعنی تو عجل. خب زودتر تلفن میزدی. خیلی بامزه ای، ولی از من میشنوی از همینجا برگرد. ببین اون ساختمون که میبینی یه دامه، میفهمی؟ از هر چه زودتر برگرد بر پی زندگی خودت. آخه نمیتونم، قرار دارم. شما که بهتر از من میدونی، بعد قولی کار بعدیه، اونم تو حرفه ما. گوش کن، چند قدمه دیگه میرسی به ورودی ساختمون، ولی هنوز دیر نشده. زنده باشی، خیلی ممنون. دیر که شده؟ آخه یه خورده تأخیرم داره. باشه، از ما گفتم بود، فقط بعد از این مواظب خودت و زندگیت باش. خدمت اون خانم و خاله عوضیش هم به موقع میرسه. ببین الو، الو کجا رفتی؟ الو داشته باشین خانم، یه علاقه بود. بسیار بفرم. مرسی. ممنون. سلام آقای دانشمند. قاعدتا سلام از بنده است. ببخشید تنها موندیم. شما باید منو ببخشید به خاطر این تأخیرم. آخه این ساعت من مسئله نیست. میز نهار آماده است، اگه موافق باشید همونجا صحبت کنیم. حرفی ندارم. بفرمایید. خاله جانم الان میرسه. قبل از رسیدن به میز میتونم سوال بکنم؟ بفرمایید. پرونده جناییه؟ نه چطور مگه؟ بفرمایید. هیچی، همینطوری پیش. خب خاله جانم به موقع رسید. خواهش میکنم بفرمایید. پارسال 10 میلیون گرفت تا طلاق نامه رو امضا کن، اما دوباره شروع کرد به تهدید. تا اونجایی که من شنیدم موقع طلاق خانوما مهریه میگیرن. بله حق با شماست،
ولی ما مجبور بودیم. یاسی جون طلاق میخواست و اونم به هیچ عنوان زیر بار نمیرم مگر با پول فراوون. که اینطور حالا بازم پول میخواد. خب معلومه آدم عاشق که شاخوشونه نمیکشه. تمش باز گل کرده و چشمش دنبال بقیه دارایی یاسی جونه. شکایتم کردین؟ بله سه چهار ماه افتاد زندون، تعهد داد که دیگه مزاحم نشه. پس زندانم رفته؟ چند بار اومد دم خونه، سر و صدا رو انداخت، تهدید به قتل و از اینجور چیزا. شاهد داشتیم زندونش کردن. بعد از اینکه آزاد شد دوباره سر و کلش پیدا شد. حالا من چی کار میتونم بکنم؟ شما وکیلی، شما بهتر باید بدونین چه کار کنیم. آخه زندانم رفته و درست نشده. یه کار کنی زودتر شهرش کمشه. نمیدونم، من یه وکیلم خانم، پاپوش درست کردن کار من نیست. ببخشید من آدم روکی هستم، آدم ها رو دوچار سوء تفاهم. منظورم اصلا این نبود. فعلا با اجازتون. خواهش میکنم. بفرمایید. شما خودتون میتونید یه جوری شرش کم کنید. این روزا با پول همه کاری میشه کرد. خیلی کارا کردم، جری تر شد، نتیجه نداره. والا کاری از دست من بر نمیاد اگه اینکه جرم مشخص و مشهودی مرتکب شده باشه. میدونین در مورد تهدید و ارعاب و اخاذی 6-7 ماده قانونی هست که این ماده فایده نداره. این آشغال میخواد منو نابود کنه، ولکن نیست. میفهمین؟ بسیار خوب، میتونم راجبش فکر کنم، کتاب قانون ورق بزنم ببینم چه راهی میشه پیدا کرد. عالیه، هر کاری بکنین جبران میکنه. حق وکالتتون هر چقدر بشه چند برابرش میده. از این بابت نگرانی ندارم. وکلا حرف مفت زیاد میزنن ولی مفت حرف نمیزنن. سلام. به به آقای فاضلی، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ بفرمایید. چه عجب از این ورا، خوب کاری کردین اومدین، خوشحال شدم. راحت باشید. خوب چه خبر؟ از شرکت استیبین رنگ تماس گرفتم و از بانک و دفتر آقای نجاتی. بچه هم که نیستن؟ نه، ایلانبور که رفته اصفهان، آزرمی هم طبق معمول نه زنگ زده نه اومده. به جای وکالت بیزینس میکن. دستشون اومده پول کجاست؟ در زمین آقا هم منتظر شما. کی؟ نمیدونم، خودشو آقای ریحان معرفی کرد. خب با اجازه. چرا اینقدر فکر میکنم؟ برای اینکه میخوام ببرمت.
چقدر میده؟ کی؟ همون خانومه دیگه. نه بابا، خودت گفتی دست به مهاره حرکت. بله. تو چی گفتی؟ بابا حواست کجاست؟ میگم چقدر قراره بده؟ اصلا نمیدونم چی کار قراره بکنم. هرچی بگی میده. کسی که 10 میلیون تومن داده که طلاق بگیره خب معلومه، پول خوردش تراول چک. خب میخواست از شر یادم علاف خلاص شه. خب تو هم بگو این پرونده غیر عادیه، بگو اصلا پول خونمو میگیرم. بابا خسته شدم دیگه، چقدر صحبت میکنی؟ چشم بابا جون، چشم. چی ته فنجونته؟ نمیدونم، بیشتر شبیه یه گربه است. بابا میشه موبایل بابایی رو بیاری؟ بله. الو الو، صدا نمیاد. شما این؟ شما کجا این؟ گفتید کجا؟ خودتونو برسونید به یک کلانتری، پس توقف نکنید، برید به سمت خیابون هستی، منم دارم میام. کجا داری میری؟ خانم پاکروان، صدا ما میشنوید؟ بله بله، من الان پشت سر شما هستم. نه اصلا نگران نباشید. ببینید شما مسیرتون رو عوض کنید، نه به سمت خونتون نرید. شما به نظر من شما اونو بکشید به سمت یه مسیر شلوغ‌تر. بله. الو الو الو، لاله، لاله خانم، گل من، پاشو برو بالا تو جاده میخوام. بابا کن الان نایمدم. بابات میاد، پاشو. میخوام به بابا نشون بدم که چجوری ماتش رفته. فردا نشونش میدی. فردا دیره. آخ جون، بابا من. کجا؟ وایسا، اینطوری نمیشه بری بیرون، سرما میخوری. صبر کن، تو همینجا وایسا تا من برگردم. خب؟ منزل آقای دانشور؟ بله بفرمایید. اجازه میدیم بیام تو؟ من پاکروان هستم، یاسمن پاکروان، موکل آقای دانشور. شما باید خانومشون باشه. ولی ایشون منزل نیستن. حالا اجازه میدیم بیام تو؟ یکی دنبالم. ببخشید
ببخشید این وقت شب اینطوری. خواهش میکنم، ولی گفتم که ایشون منزل نیستن. میدونم، اومدن دنبال من. دنبال شما؟ بله، براتون تعریف میکنم. حالا میشه بریم تو؟ بله، بفرمی. آقا از راننده جیب خبری نیست؟ بجز این لنگ دستکش راننده زن بود؟ شما گفتید وکیل دادگستری هستید؟ بله، گفتم که وکیل دادگستری هم، نه وکیل مجلس. در ضمن توضیح دادم که راننده رو ندیدم. گفتید که جیبی تعقیب میکردید، درسته؟ آقا من جواب این سوالتون رو قبلا دادم، دنبال موکلم بودم و بقیه قضایا. آقا بازم باید توضیح بدم؟ ما وظیفه خودمون انجام میدیم آقا، شما همینجا باشید. لاله جون، مامان پاشو پاشو برو بالا سر جات بخواب. پاشو عزیزم. احسانم حسابی دیر کرد. حتما داره دنبال شما میگرده. که هیچ وقت نمیگیره. با موبایل راحت تر میشه موبایل گرفت. خیلی ممنون. جدیده؟ این چجوری با میشه؟ ببخشید، اجازه بدید. در دسترس نمی باشد. هیچ وقت در دسترس نیست. بفرمایید. مرسی. آقای دانشور، لطفا این صورت جلسه را امضا بکن که بیش از این مزاحم شما نشه. بسیار. اینجا رو؟ بله. من دیگه میتونم برم؟ بله، تشریف ببرید. شبتون بخیر. بله ممنون. شب شما بخیر. خانم پاک روان، بالا تخت اضافه داریم؟ دیگه چیزی تا صبح نمونده، بهتره یکم بخوابیم. مرسی، دیگه بیشتر از این مزاحمتون نمیشم. پس سب کن احسان بیاد یه خبری بیاره. خونه دوست داشتنیه، ولی قدیمیه، مثل ماشینم، موبایلم، بقیه چیزم. دوستش نداری؟ نه، موضوع دوست داشتن نیست. وقتی پول باشه سلیقه و دلخوشی هم هست، بقیه چیزا هم هست. اینجا اتاق کار احسان. هر وقت از دست من دلخور میشه، یا از کارش یا از اوضاع، میاد اینجا خودش رو حبس میکنه. البته این اواخر تقریبا هر وقت شده همیشه. کار وکلا که معمولا آزاد کردنه. وکیل ما همه کارش برعکسه. دلخوری ازش؟ نه، مرد خوبیه. خب من باید اینجا بخوابم. اجازه بدیم براتون لباس راحت بیارم. مرسی، خوبه، راحتم. حتما؟ شب بخیر. خوب بخوابی. مرسی. کسی اینجاست؟ من کجا فهمیدی؟ این بوی عطر تو نیست؟ آره، اون اینجاست. اون منظورت چیه؟ اون خانومه دیگه، یاسمن پاک روان.
اون اینجا چیکار میکنه؟ خودت بپرس. من آدرس بهش ندادم. پس باید خیلی زن باهوشی باشه. خب الان کجا هست؟ هیچی، بالا تو اتاق تو خوابیده. تو اتاق من؟ خب آره، انتظار داشتی بیارمش تو تخت خواب خودم بخوابونمش. من منظورم این نبود. من تعجب میکنم که چجوری با این وضعیتی که داره خوابش برده. آره منم خیلی دلم براش سوخت. جدا؟ سوردم. تو فکر کن سر پیچ زمین خیس. سرعت خدا رحم کرد فقط این گرگیر سمت راستیه رفت. ببین چند روزه چقدر خطر از سرت میگذره ها. مردک چی شد؟ چپ کرد بعد من فرار. چی میبینی؟ یه تیکه پول قلمبه. خوشبختی داره میاد طرفمون احسان. آره حتما. یه خوردهشو بده طلبکارات. به خدا دارم جدی میگم. نگاه کن. خوبه. وضع تو که خوب شد. بس برو بخواب. شب بخیر. خیلی مهربونی مینو. درسته مینوی؟ همون مینو خوبه. فامیلمو دوست ندارم. من دیگه باید برم. بری؟ اون ممکنه دوباره تهران بزرگه میشه توش گم شم. لاله لاله کجی؟ باز تو به وسایل اتاق من دست زدی؟ نه به خدا من دست زدم. شرمنده آقای دانشور، من فضولی کردم. صبح بخیر. صبح بخیر. شما ببخشید. آخه من به نامنظمی اتاقم عادت دارم. وقتی مرتبی نمیتونم وسایلم پیدا کنم. میشه یه زحمتی بهتون بدم اینا پیشتون امانت باشه؟ چی هست؟ یه خورده طلا جواهرات و گردنبند و اینجور چیزا. همیشه همراهتونه؟ نه بابا، دیروز از بانک گرفتم، صندوق امانات. فکر کنم دیشبم برای همین دنبالم بود. باشه، بذاریدشون همینجا، خیالتونم راحت باشه. تو دیگه گنده شدی، باید کارات خودت بکنی دختر. صبح بخیر. بازم ببخشید از سر صدای صبح. شما دیشب خوب خوابیدی؟ خیلی خوب. البته ببخشید اتاقتون رو اشغال کردم. اجارهشو میدم. ایرادی نداره، خودمونم مستاجریم. ای خب پس دونگمو میدم شریک. به جای دونگتون منو لالا رو برسونید مهد کودک.
آخه ماشینم راه نمیره، دیشب سرما خورده. میدونم مینو جون گفت خرجش هرچی شده بزنی رو حساب وکالته. ولی مینو جون نگفت چه بلایی سر شما اومده. من میگم تو را براتون تعریف. با تو خدافظی کن از مامانی. خدا خدا تو شب که میای؟ میام دیگه مثل همیشه. اینطوری بود که من دیشب شدم مستاجر شما. شما که عجله نداری؟ عجله؟ چرا؟ نه نه. خب حالا که عجله نداری من یه خبر از خارجا میگیرم بعد شما رو میرسونم دفتر. مسئله ای که نیست. فعلا که موکل من شماید، وقت من مال شماست. الان صداتون میرسه. آره سلام، حال شما چطوره؟ میدونم 3 از قسطام عقب افتاده، من فقط یه هفته فرصت میخوام. بله بله من بعدم باهاتون تماس میگیرم. کشته شد. خانم بیمون است. مطمئن. شما که به چیزی دست نزدی. الو دانشمرم، لطفاً به آقای خبر بدین چند نفر رفتن اینجا. خونه خانم پاکروان. برای شادی پدرش، مادرش، برادرش، خواهرش، رفتگان خانومش، برای شادی روی همه شون بلخص مرمون ساز گذشته فات همه از طلبات. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
دست درد نکنه. بقای عمرش خوبه. شما خوشحال هستید. ما آخرش هم آخر. خاله جون فدا شد، اونم مثل من تنها و غریب. تو دیگه تنها نیستی یاسی، ماشاءالله خوشگلی، جوونی، پول داری. اصلا بیا خونه ما، دیگه تو هتل موندن بسته. نمیدونم من شدم مرغ بالا پر شکسته. تو هم شدی بوتی مارو من. شما نمیخوای از خونه چیزی برداری؟ نه، هیچی از اون خونه چون نمیخوام. هیچی تو خونه جز کابوس و تلخی چیزی ندیدم. همه برگاش سفید امضا کرد. آقای دانشور یه خونه برای من پیدا کنیم یا آپارتمان. میخوام یه جای باشم کسی آدرسمو پیدا نکنه. کاش میشد از شهر بریم بیرون. من فردا باید شمال باشم، برای ویلا مشتری میاد. شما هم بیاین. من فردا رو مجبورم برم. کار شما مردم که تمومی نداره. آخر هفته رو تعطیل کن، من با یاسی بریم دیگه. آخه مینوت آخه نداره. شما برین خونه آقا جون اینا منتظر بشین، منم میرم وسایل جمع میکنم میام. خانم دانشور، دانشور تهران نیست. من حکم جلب شما رو گرفتم خانم، ولی به احترام پدرتون مأمور در خونه نیاوردم. امروز تصمیم گرفتم تکلیفم رو روشن کنم. تا صبح هم که شده صبر میکنم. من یه هفته مهلت میخوام. نه خانم، دیگه به شما اعتماد ندارم. گفتم که یه هفته دیگه. منم گفتم امکان نداره. خیلی خوب، اینجا که نمیشه بفرمایینتون تا من به شوهرم اطلاع بدم. از حساب یکی دیگه چک میکشی بعد ما رو میاری تفریح؟ خب مجبور شدم، سه تا از چکاشو پر کردم دادم بهشون تا شرشون رو کم کنم. حالا تا بیاد بفهمه تهیه میکنه میدیم دیگه. از کجا؟ از سر قبر بابای تو یا بابای من. بابای منم که دلت میخواد منو ببرن زندون دوباره؟ اسم تو رو همیشه گذاشت مرد؟ مم.
لاله خانم، چرا رفتی بغل خاله؟ خسته میشه ها. نه بابا، گفت سردمه، گفتم بیاد تو بغل من گرم شه. عروسکش هم نیاورده بهانه میگه. خوش میگذره ها. با خانواده همیشه خوش میگذره. من شانس نیاوردم. تو انقدر پول داری که بتونی صد بار شانسو بخری. نه اینطوری نیست. من حاضرم همه ثروتمو بدم جای تو باشم. یه بچه نازنین، یه شوهر خوب، بی پول. پول شانس و خوشبختی نمیاره مینو جون. یه ضرب المثل هم شما پول دارا ساختی واسه ما بی پولا. یاسی جون پاشو دیگه، خاله یاسی رو خسته کردی. گرماشو دوست دارم. احسان کو حوصله نداشت. دوست نداشت بیاد؟ از دست من دل خوره. دعواتون شو؟ آدم های بی پول آشتی ندارن هیچ وقت. از اون دستشه که هر چقدر لازم داریم بردار. کسی نیست. میترسم اینجا هم سرکلش بیداشه. اون از تو چی میخواد؟ نمیدونم. خیال میکنه هنوز مال اونم. احسان چرا نمیاد؟ من میرم بابا احسان رو بیارم. نمیدونم چرا از همه چی میترسم. تو نمیترسی؟ نه چیزی ندارم که بترسم از دستش بدم. همه دارایی من هم یه حق هست. ترسیدم به نسخته نیمن درسرم. بله ببین تو برو پیش مامانی خاله یاسی، بعدش من میام پیش تو. باشه؟ آخه اونا با هم هم. من دیدم شما تنهایی اومدم اینجا. مینو دستشکو بهش پس بده همین امروز. خودش گفت میتونی خرجش کنی. همین که گفتم نمیخوام چشم وا کنم ببینم همه چه کارو به باد دادی. احسان تو از همه چیز و همه کس سوء استفاده میکنی. تو امانت سرت نمیشه. برمیگردیم تهران. نه بابا جان نه. هزار تا کار دارم دخترم. من چند تا از چکای تو رو خرج کردم. مجبور شدم. بهت برمیگردونم. قول میدم. هیچ وقت قول چیزی که نداری به کسی نده. رو چیزایی که داری حساب کن. شما با من حساب کنید. تاوانو باید پرداخت. تاوان چی رو؟ تاوان یه زندگی از هم گسیخته رو. مدت هاست دارم تاون پس میدم. گفته به من چک میده. اون هیچی نداره. هیچی. برای همینه که به وحشت افتاده به در و دیوار میزنه. آدم وقتی فکر کنه دیگه دوستش هم ندارن به کل امنیتش از دست میده. اشتباه میکنه. مطمئن نید؟
بله. الو. الو. صحبت کنیم بفهمه پیش شما. الو. الو. قطع کرده. باتریش هم داره تموم میشه. بزنیم به شارژ. صد میخره بابا، حتما کار اون گربه هست. چی شده احسان؟ چی گربه ها شبیه خون زدن؟ این کار گربه ها نمیتونه باشه یاسی. نه نیست. اینجا بوده. من که دوست ندارم بابا کار بگیرم. احسان حالا میگی چی کار کنی؟ چی میدن همه گفتار رو عوض کنی؟ بابا همه عروسک من چی میشه؟ من فعلا میرم واسه دخترم یه عروسک بخرم. دیوونه. دیوونه همون دیوونه هست. دیوونه هست. نترس احسان هست. سلام. خب چه خبر؟ از آگاهی مهمون داشتیم. خب سراغ شما رو گرفتن و سراغ اون خانوم رو. کی؟ خانوم پاکرمان. سلام. سلام آقای وکیل. حالت چطوره؟ چه عجب. احسان اینم مشتری دو با پاس دادی؟ کی؟ آقا پیرمرده. آقای ریحان، پیرمرد نازنینی، یک کاری واسش بکن. دیگه هیچ کس نمیتونه براش کاری بکنه. دخل خودش رو برد. چیکار کرد؟ رفته طبقه پنجم از اون بالا. ببخشید، خبر بدی بود، نباید. وقتی همه در بسته میشه، خب آدم از پنجره میپره پایین دیگه. همیشه یه در بازی هست. پیرمرد بیچاره. ببینم احسان، تو برای همه موکلینت اینقدر احساسات به خرج میدی؟
نه بابا، فقط بعضی ها شامل عنایت خاصی ایشون میشن. خانم فاضلی؟ بله. لطفا یک شکوایه تنظیم کنین در مورد تجاوز عدوانی و ورود بی اجازه به منزل شخصی. برای کی؟ به نام من. به به، پس ماجرا به منزل آقای وکیلم کشیده شده. تو نمیخوای دست از این بیمزه بازی ها درداری؟ کم آوردی، زورت به من رسیده؟ خواهش میکنم، بخور، خواهش میکنم. شما تا افتوانی رسیده بله. الو احسان، توی؟ خونه نبودی؟ نه، رفته بودم پیانو یاسمن رو بیاری. گفتم پیانو یاسمن. خب دوست داشت بیارتش اینجا. خب میگه بدون اون نمیتونه زندگی کنه. خب حالا چه اشکالی داره؟ منم بعد یه قرن یه دستی بهش میزنم. خب کجا باید بذاریمش؟ هر جا دوست دارین. نه اونجا بذاریمش. راستی برامون کادام خریده. آره، یه گلدون خوشگل برای من، یه عروسکم برای لاله، یه ساعت جیبی هم برای تو. خب من چه میدونم؟ حالا مگه ایرادی داره؟ اه، برای کی؟ خیلی خوب بهش میگم. خب تو اون وقت چیکار میکنی؟ که میای؟ خیلی خوب باشه. نه اونم خوبه. پس میبینم. خداحافظ. جاش خوبه نه؟ آره خوبه، بد نیست. احسان گفت که سری خودتو برسونی آگاهی، اونم از دفترش میاد اونجا. باشه. خانم پاکروان، شما که الان باید آگاهی باشید. داشتم میرفتم، دنبالم بود، خودم رسوندم اینجا. خب منم یه دفعه این اشتباه کردم. نه من مطمئنم. باشه، پس با هم میریم. ببخشید. حالا بالاخره تو میری دنبال لاله یا من برم؟ آره حقیقتش یه روز کار دارم. چیز دیگه، یه قرار کاری مثل همیشه. آره توی رستوران. اون نه، چند تا سوال جواب بود راجع به شوهر سابق خانم پاکروان. همین تموم شد. آره آره آره، پس میبینم. قربونت برم، خداحافظ. خب چی بخوریم؟ چرا به مینو نگفتید که با من هستید؟ نمیدونم. واقعا نمیدونم چرا این دروغ گفتم. هر دروغی برای پنهان کردن چیزی. من چیزی برای پنهان کردن ندارم. مطمئنید؟ شما خودت تا حالا دروغ نگفتید. فکر میکنم دروغ گفتن شهامت میخواد. به شما این شهامت رو گاهی داشتم.
شما هنوز مستقبی؟ نه. دروغ نمیگم. الان احساس هم دارم. شما مطمئنی چیز رو پنهان نمی کنیم؟ نه همه چیز. آخه دروغوی خوبی هم نیستیم. ولی شما هستی. تمام مردا دروغگوهای خوبی هستن. ببینین تمام این آقایون به خانمایی که کنارشون یا روبروشون نشستن دارن دروغ میگن. چرا نمیدونم ولی میگن. چی میدونم؟ فعلا دو تا سوال. از شما با این روحیه‌ای که داری چرا ازدواج کردی؟ دوستش داشتم. اه بنز 10 میلیون. ببینید اصلا اینجوری که شما فکر میکنین نیست. باید یه روزی براتون تعریف کنم. مفصله؟ بیشتر پیچیده است. اصلا یه روز سر کردش چجوری پیدا شد؟ میشه بگی؟ خالم بزرگش کرده. همین خاله؟ همونی که کشتش. خیلی خرجش کرد. منم همینطور. تا آدم شه. اما نشد. جالبه. جالبه. بردهداری در آغاز قرن 21. اینطوری قضاوت نکن. گفتم که خیلی پیچیده است. یه روز براتون تعریف میکنم. باش. منم صبر میکنم تا یه روز. این آهنگه واسه شما آشناست؟ چیزی رو یادم نمیاد. آخه مال دوره منه. نگفتید چرا به منو گفتید؟ آخه مفصله. شاید یه روزی واسه تون گفتم. لازم یه آپارتمان براتون پیدا کردم. خیلی خوبه. کجا هست؟ در روز. باشه بهتره. نه دیگه رو سرای دلش چجوری نگاه میکرد؟ بیوش خوبه. پر نورم هست. خب نور باشه همه چی هست. یعنی منظورم اینه که آشپزخونه‌ش هم بزرگه. چند بزرگه؟ فکر کنم همه چیز این خونه واسه یه زن تنها بزرگه. منظورم اینه که این خونه بزرگ به درد یه زوزو خوشبخت بخوره.
بچگی دلم یه پیانو میخواست. حالا که داریش تو همیشه انقدر راحت بزرو بخشش میکنی؟ این بخشش نیست، یه معامله است. با هم خلوت کردیم. صحبت های زنونه است، خصوصی آقای دانشور. پس یکیتونم یه چای اختصاصی به من بده. چی میل داری خانوم؟ فعلا هیچی، صداتون میکنم. الو، منم. بله خب ببخشید. بله، یه لحظه گوش کن. تموم شد؟ بله قربون. قیمت گذاری میکنم، بهتون زنگ میزنم. خانم خودشون میان یا شما وکیلین؟ وکیلم. بسیار خوب، تا فردا خداحافظ. خداحافظ. ببخشید، گوش میدیم. بسیار خوب، خیلی ممنون، خیلی ممنون. از جد بلند نشو، سرتم برنگردون. چی میخوایی؟ من چیزی نمیخوام. و چرا اینجوری دنبالشی؟ میخوام انتقام عشقی رو بگیرم که اون به بادش داده. تو دنبال عشقی یا پول؟ به هیچ کدوم نرسیدم، تو هم نمیرسی. من دنبال چیزی نیستم. پس چرا اومدی تو این بازی؟ شغلمه، وکیلم. وکیلی؟ برده یا مشوقشی؟ چرا نگو؟ اون تو رو هم خریده،
میخره، مثل من، مطمئن باش که میخره اگه تا حالا نخریده باشدت. بعدم آقای مهندس، آقای مهندس، آقای مهندس، ببخشید قربون، برای خونه هم مشتری سراغ دارم. و باشه، از خانم میپرسم بهتون میگم. ممنونم، بازم ببخشید. تو مغزت از کار افتاده؟ نمیدونم، شاید. خب بالاخره اینطوری جلو زبان مردم هم میشه گرفت. تو میترسی به خاطر بدهیات بنزت زندون؟ اون همه بدهی های منو بخشیده، تازه به علاوه این انگشتر. معامله بدی نیست؟ تو هم که ازش بدت نیومده. من؟ چرا شما مردا فکر میکنی ما زنا خریم؟ تو چرا قبول کردی؟ چرا نکنم؟ لباساشو دیدی؟ ماشیناشو چی؟ جعبه جواهراتشو که دیگه نگو. چرا من نباید اینا رو داشته باشم؟ ما سه بار تا حکم طلاق رفتیم و برگشتیم، کاش بر نمیگشتیم. بابا بیا ببینم یاد گرفتم بزنم. آرومینو جون، من مردی نبودم که تو رو با آرزوهای دور و درازت برسونم، الانم نیستم. در ضمن تو هم خیلی سال بریدی نه؟ من فقط نمیخوام زندگی دخترم مثل زندگی خودم بشه. پر حسرت، تو این دنیا یه متر زمینم به نام من نیست. منم یه روز موکل احسان بودم، اومدم و واسه همیشه مهمونش شدم. مگه احسان برات نگفته؟ چرا یه چیزایی گفت؟ 7 سال پیش من افتادم زندون، جوان بودم، کل خر بودم. احسان وکیل من شد، خودشو با آب و آتیش زد تو منو بیاره بیرون. بازم چکی بی محل داشتی؟ چکای من همیشه بی محل بود، دیگه نیست. تو که باش زندگی کردی تا چهت میشه رو حرفاش حساب کردی؟
حد کشتن کسی که بزرگش کرده. اینو نمیگم که نگران شیا. آخه ما ایرانی ها معمولا هممونم اینطوریم، یا عاشقیم یا کارت دستمونه. آدم عاشق و عاقل کارت دستش نمیگیره. آخه قاتلا یا معمولا عقل ندارن یا فکر میکنن خیلی عاشقن. عشق وقتی تموم میشه آدم عاقل بی سر و صدا میره دنبال زندگیش، عقلی نمیگیره. عقل. میدونی مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که توی این مملکت عشق و عقل یک جا جمع نمیشن. ببینم تصمیم داری امروز با بحث سر عقل و کارت و عشق و قاتل تموم کنی؟ عقل و عشق و کارت. نه نه ساعتت کو؟ ساعت خراب دو تا استفاده داره. دومیش اینه که آدم میتونه قول و قرارشو ماسمالی کنه. نیچه گفته؟ نیچه میگه؟ سلام بابا. خوشم بود. چی بخوریم؟ دو تا غذای مختلف انتخاب کن با هم شیر کن. من بگم؟ تو بگو. 20 و 27. 20 و 27. چشم. مرسی. خواهش. یاسین. چرا من؟ من نه پول دارم نه شبیه رابرت ردفورد. پولشو خودم دارم، بقیهشم به خودم مربوطه. تو چته؟ هیچی هیچی. دیگه حوصله منو نداری؟ لابد حوصله هم نداری بریم یه خونه ببینیم. کجا؟ یه خونه خیلی خوشگل برام پیدا کردن تو لواسون. یه باغ بزرگم داره. یه باغ پر از گنجشک. یه باغ پر از گنجشک. اونجا یه شوهر دستکش به دست سرگردون نداره؟ نه نداره. میدونی چرا دستکش دستش میکنه؟ نه. وسواسیه. حلقتو داره بردی؟ ببینید خانم، این ملک واقعا اوکازیونه. ملک به این خوبی تو این منطقه دیگه گیرتون نمیاد. مخصوصا اون قسمت باغ اگر بخواید بورد سازی و آپارتمان سازی بکنید، برنامه تفکیکش هم با من. چی شده عزیزم؟ نگران قضیه نباشید. الو الو. چی شده عزیزم؟ لاله تو خونه تنها مونده ترسیده. میشه برگردیم خونه؟ برگردیم خونه؟ آره. پشیمونی که اینجایی؟ چی میگی یاسه جون؟ من میگم لاله تو خونه تنهاست ترسیده. فقط همین؟ فقط همین؟ گوش کن، من حرف دارم، میخوام حرف بزنم. خب بزن. اونم باید باشه. لاله باید باشه؟ لاله که، مینو رو میگم. من که حرفامو با اون زدم، اونم حرفش زدی. تو زدی، من که نزدم، منم میخوام حرف بزنم. خب بزن. ستایی تو، اون و من. الان الان بفرمایید. آقا من به شما زنگ میزنم. لاله لاله تو که گفتی تنها؟ مامان گفت بگم.
رفتی باغ؟ از چیزی ترسیدی؟ نه، لاله دلش برات تنگ شده بود. رفتین لباسون؟ پس یاسمن کو؟ هست، همینجاست. سلام، چطوری؟ لاله، زود برو بالا تو اتاقت. یاسمن نمیخواست بیاد، من اصرار کردم. آخه ممکن بود بزنه زیر قول و قرارای رستوران جاده شمرون. یاسمن نمیخواد بیاد تو، بیاد تو، بیا بیا بشین. میری جون نمیخوای چند دقیقه با ما باشین؟ هم اینجا بشین. خب چی میگفتیم؟ رسیده بودیم به داد و ستدای توی اون رستوران خلوت. نه هم دیگر رو متهم نکنین، جفتتون راز دارین، ولی فقط یادتون رفته بود که طرفتون وکیله و اصلا شغلش اینه که از همه چی سر در بیاره و اینجاش هم کار میکنه یه خورده. اون روز تو اون رستوران یه نفر دیگه هم بود که شما اسمش شنیدین، میشناسینش، ولی خب تا حالا ندیدینش. اینجوری بهتر. چی میگفتیم؟ صحبت سر خانم فاضلی بود، یه منشی خوب با یه امتیاز بزرگ. اون لبخونی بلده، آقا تفلک پدرش کروراره. آره مینو جون، همسر مهربان، من دقیقا در جریان گفتگوهای شما و قیمت پیشنهادیت هستم. و شما یاسی جون، الهی نجات، احتمالا با این وضعی که پیش اومده ممکنه فکر کنی منو گرون خریدیم، ولی به هر حال تو هر معامله هم استفاده است مثل قبلی و هم ضرر مثل این یکی. من سردر. نوبت شما میرسه خانم پاکروان. هم قرار چی بود؟ دو تا خونه حتی المقدور دور هستن، یکی تو تهران، یکی هم تو لواسون. البته باغ باشه بهتره، چون ما تعطیلات میام اونجا یه هوایی تازه میکنیم یاسی جون، درسته؟ شما تو چی فکر کردین؟ فکر کردی داری انگشتر معامله میکنی؟ فکر کردی داری یه خونه نقلی میخری؟ من به شما علاقمند شدم چون اعتماد به نفس از دست رفتم و به من برگردوندی، چیزی که در طول سالیان دراز زندگیمون مینو نابودش کرد با تحقیراش، با زیاده خواهیاش که هیچ وقت نتونستم از پسشون بر بیام و با بهراش گذاشتن خودم و زندگیم. من دوست داشتم، من هنوزم. و تو شریک زندگی من. میدونی چرا هیچ وقت رابطه زناشویی موفقی نداشتیم؟ چون وقتی غرور یه مرد توسط زنش له بشه، تو از اول زندگی خونه خالتی که یادته، وقتی حجاب بین زن و مرد از بین بره دیگه هیچ جور نمیشه درستش کرد، هیچ جور. تو اصلا اینا رو میفهمی؟ اصلا میخوای بفهمی؟ بی خود جانماز آب نکش، دست پیشم پس نگیر عقب بیفتی. تو خودت هم از اول دلت قیلی بیلی میرفت. تو از دل من خبر داری؟ به خدا خبر نداری. کدوم مردیه که تو زندگیش دو سه بار دلش قیلی بیلی نرفته باشه؟ البته این همه ماجرا نیست، من به همین خانواده درب و داغون انقدر اعتقاد داشتم که عزیزم تو بازم توی معامله باختی،
مثل بقیه بیزینسات. من واقعا فکر نمی کردم همسر آدمم قابل خرید و فروش باشه. من از خودم داره بدم میاد، از شرایطمون بدم میاد، اصلا داره حالم به هم میخوره. تو با اون بدبختم همینطور رفتار کردی. خب وقتی عشق تموم میشه آدم عاقل میتونه بره، همین. ولی من واقعا شب بخیر. کجا میری؟ نرم، اون هنوز وکیلته. بذار ببینیم چه خبره. بلدی؟ یه چیزایی. چی میبینی؟ خیلی چیزا. یه گربه. شب اولم که اومدم خونتون تو فنجونت یه گربه دیدم. یاسی، اون شب احسان بهت گفته بود بیا اینجا؟ نه. پس چطوری اینجا رو بلد بودی؟ من وقتی با کسی کار میکنم که همه چیزو دربارش بدونم. حالا تو اصلا به فال اعتقاد داری؟ آره، به فال، به خواب، به هر چیزی که بتونی سرنوشتم عوض کنه. نه. چیزی نیست، لاله است، تو خواب سر و صدا میکنه. شما دخالت نکن، بازم به هم رسیدیم مثل اون وقتا. صادق، دیگه گذشته وجود نداره، دیگه اون وقتای نیست. دوستم داشتی؟ عاقل باش صادق، همه چیز تموم شده، اینو بفهم. تو اون خانواده تنها کسی که حرف منو میفهمی تو بودی. اشتباه میکردم، دیگه خانواده ای هم وجود نداره، همه رفتن. منم دارم دیگه چی میخوام؟ منم دارم میرم. دوستت داشتم،
شوهرت بودم، ولی تو منو پنهون کردی. انگار آرت بس کن صادق، ما همو نمیفهمیدیم، ما با هم فرق میکردیم. احسان تو هیچی نداری، تو حتی خانواده هم نداشتی. دوستت داشتم، ما هم دیگر رو دوست داشتیم. قاتل تو هیچی نداری، تو هم دیگه هیچی نداری. چیکار میخوای بکنی؟ بهش گفتم تو رو میخواد بخره. احسان بس کن صادق، دیگه وقت این حرف رو نیست. بس من کی باید حرف رو بزنم؟ دیگه چه حرفی میزنی؟ هر چه خواستی بهت بگم. تو زندگی رو میخواد دادی؟ مادر بچه دوست داشتم، دوست داشتم، دوست داشتم، دوست داشتم، دوست داشتم. برا ببینم به تو چه رفتی دار؟ شما زنها همه تو بزن اصافت دوست داری؟ بل چقدر؟ اندازه دنیا. واقعا دنیا انقدر انقدر کوچیک؟ آره دیگه انقدر. قبول دارم، واقعا دنیا انقدر کوچیک.